سلام، من سعید علی اکبر زاده هستم. تو این ویدیو و چند ویدیو آتی میخوام شما رو آشنا کنم با نحوه طراحی نقشه‌های شماتیک طغرای فشار متوسط از 3.3 کیلووات تا 33 کیلووات، از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته، و همینطور نکات خیلی مهم در خصوص طراحی رو میخوام خدمتتون ارائه بدم. در ادامه دوست دارم در مورد کانفیگوریشن و نحوه تست رده‌های حفاظتی و همینطور اوردرینگ اونها صحبت کنم باهاتون. لطفاً با من همراه باشید. ابتدا میخوام بگم که قبل از تهیه نقشه شماتیک یک سری داکیومنت ها باید ایجاد بشه، مثل سینگل لاین دیاگرام، مثل سیگنال لیست، تریپ تیبل، مثل محاسبات سی تی، محاسبات پی تی، اگر شارژر و باتری داریم محاسبات باتری و شارژر، اینها انجام میشه. اگر تابلو LVAC داریم، توزیع AC داریم در داخل تابلوها، محاسبات اون انجام میشه. فرانت ویو داریم و پلن ارنجمنت داریم. اینا داکیومنت هایی هستن که قبل از تهیه نقشه شماتیک میبایست نهایی بشن. در مورد اونها من ویدیوهای مخصوص به خودشون رو میذارم جداگونه، ولی اینجا فرض بر این میگیریم که اون مدارک ایجاد شده، حالا ما خواهیم نقشه‌های شماتیک رو ببریم جلو. من پله پله میگم اینا رو خدمتون و هر جا که لازم شد من گریزی میزنم و به اون داکیومنت ها مراجعه میکنیم و ریویو میکنیم. بسیار خوب، به عنوان نمونه اگر من بخوام اشاره کنم به یک سینگل لاین دیاگرام که یکی از اون داکیومنت ها هستش، مثل این میمونه. این برای یه خط در حقیقت یک پست 63 کیلووات به 20 کیلووات هستش. این ترانس 63 به 20 کیلووات هستش که دو تا ترانس داره، 4 تا خط ورودی 63 کیلووات داره که دو تا بیش تکمیل، دو تا بیش ناقص هستش. بی در حقیقت ما به یک مجموعه ای از تجهیزات که کلید و سکسیونر سر خط، سکسیونر ارت، سی تی و دیسکانکتور سویچ و اینها داشته باشن میگیم یک بی. بعد از این ترانس فیدر ورودی در حقیقت 20 کیلووات هستش. من اینجا میخوام یک نقشه 20 کیلووات خدمتون بگم. به عنوان نمونه اینجا دو تا فیدر 20 کیلووات ورودی داریم و یک کوپلر و دو تا باسبار که تمامی فیدرهای آوتگوینگ روشون تقسیم بندی شدن. من ابتدا میخوام یک فیدر آوتگوینگ رو برای شما تحلیل کنم، بعد میریم سر وقت یک فیدر اینکامینگ. بسیار خب، این جزء اون نقشه ها به مدارک خیلی مهم هستش. نقشه های شماتیک به طور کلی تو صفحاتی تقسیم میشن که از A تا Z به طور کلی تقسیم بندی میشن. صفحات A و B مربوط به یه سری اطلاعات کلی نقشه شماتیک هستن. از صفحه دی به بعد نقشه شماتیک اساسا شروع میشه و بعدا خدمتتون میگم که مثلا صفحات جی معرفی چه بخشی هستش، صفحات ام چه چیزی رو معرفی میکنه، صفحات ان و آر و اس و ایکس و همینطور زد چه چیزی رو معرف چه بخشی از نقشه شماتیک هستن. بعضی از طراحا هستن که به طور کلی میان هر صفحه رو یک فایل براش ایجاد میکنن و مثلا این ممکنه مثلا 30 صفحه باشه و هر صفحه یک فایل کد درست میکنن. بعضی طراح هستن که حالا میان کل صفحات رو تو یک فایل ایجاد میکنن. طراحای مختلف شیوه های مختلف دارن. من نمونه ساده یک طرح رو میگم خدمتون، بعدا طرحهای پیچیده رو معرفی میکنم. مثلا تیپی از نقشه های داخل کشور رو معرفی میکنم، تیپی از نقشه های زیمنس یا ای بی بی رو معرفی میکنم خدمتون که با جزئیاتش آشنا بشین و بدونین نواقصشون چیا هستش و بهترین کار چه کاریه که ما میتونیم چه طرحی خواهد بود که بهره بردار، یعنی مورد پسند بهره بردار میشه. همه این نکات من ریز به ریز خدمتون میگم. صفحه اول نقشه معرف، اجازه بدین من بیارمش. صفحه اول به عنوان یک کاغذ آچار رو در نظر میگیریم. توی نقشه شماتیک ما
سطر و ستون ها رو مشخص میکنیم. مثلا این ردیف رو من اختصاص دادم به شماره هایی از 1 تا 8 و این بخش عمودی رو ABC تا در حقیقت F معرفی میکنم، به خاطر اینکه لوکیشن هر بخشی رو ما بتونیم مشخص کنیم. مثلا کمپانی تو بخش B5 قرار گرفته. بعدا تو صفحات مختلف ما به تجهیزات میخواییم اشاره کنیم و لوکیشن خیلی خیلی ضروری خواهد بود. پس یه کاغذ A4 مشخص میکنیم که سطر و ستونش رو مشخص میکنیم و توی این قسمت پایین نقشه اسم پروژه رو میاریم و توضیح میدیم که این صفحه در حقیقت قصد از طرح ما در این صفحه چی هستش. فیدرهای 20 کیلوولت J شروع میشن، J آوتگوینگ هستش، آوتگوینگ 1 هستش، این علامت مساوی نشان دهنده بی هستش. این صفحه نقشه ما صفحه A0ه. ما حتما در نقشه شماتیک صفحه بعدی رو معرفی میکنیم، به خاطر اینکه اگر در آینده اینا پرینت گرفته شد و یک کاغذ از تو دل اینها در اومد بیرون، بتونیم تشخیص بدیم که چه صفحه از نقشه ما خارج شده. و توی این بخش مشاور رو، اسم شرکت مشاور رو میاریم، اسم شرکت کارفرما رو میاریم و همینطور شرکت پیمانکار و طراح چه کسی هستش و چه کسانی اپروف میکنن و اینکه ریویژن چندم این نقشه هستش. من ادامه این رو توی بخش PDF نشون میدم خدمتتون که یه خورده واضح تر بشه براتون. اومدم کل صفحات اتوکد رو تبدیلش کردم به PDF که یه خورده واضح تر بشه برای شما. صفحه اول صفحه در حقیقت کاور اصلی ما هستش. اسم شرکت رو بالا آوردم، اسم این پروژه رو آوردم در زیر این اسم شرکت. بعد معرفی کردیم که این نقشه یه نقشه 20 کیلوولت هستش، فیدرش فیدر آوتگوینگ JO1 هستش. این بخشم که من خدمتون عرض کردم شماره صفحه هستش، شماره بعدی هستش و JO1 این نقشه هستش. صفحه بعدی لیست آف داکیومنت، یعنی این صفحه در حقیقت لیست آف داکیومنت زیر اسم پروژه میارم من. صفحه شماره صفحه A1 هستش. لیست آف داکیومنت ما تمام صفحات رو اینجا معرفی میکنیم، اگر جا شد که تو همین بخش، اگر جا نشد میتونیم دو تا ستونش کنیم یا دو تا صفحهش کنیم و به ترتیب A1 A20 A30 و همینطور تا صفحات Z رو معرفی میکنیم ما، که در هر صفحه چه بخشی از طرح میخواد انجام بشه. صفحه بعدی که بنده آوردم لژند هستش، به این معنی که علائم اختصاری یا سیمبول ها رو اینجا آوردیم. مثلا اینجا علامت ارت رو آوردم، اتصال ستاره رو آوردیم، اتصال مثلث رو آوردیم، اتصال زیگزاگ رو آوردیم، علامت ارت سویچ هستش، نماد سیتی هستش و چه میدونم آمپر متر رو بقیه. در صفحه آسی ما لوپ های دی سی رو معرفی میکنیم. این خیلی مهمه که ما توزیع دی سی رو به درستی باید انجام بدیم. به عنوان مثال P مدار پروتکشن و تریپ سیکت هستش، C مدار کنترل و کلو سیکت هستش، آلارم مدار آلارم و M مدار شارژ فنر موتور بریکر هستش. چون نقشه 20 کیلوولت هستش، یک رله حفاظتی و یک تریپ کویل داریم ما، به همین جهت ما پی خالی نشون بدیم. اگر نقشه های 33 کیلوولت و یا 63 به بالا باشه، خب P1 و P2 داریم، مین و بکاپ داریم. P1 نماد مین، P2 نماد بکاپ هستش. این توزیع دی سی متاسفانه در بسیاری از نقشه هایی که در شرکت های نفت و گاز پتروشیمی دیده میشه متاسفانه درست انجام نمیشه. علتش رو میگم و نحوه توزیع درست دی سی رو خدمتون مفصل میگم. صفحه A35 رو اختصاص میدیم به معرفی سطوح ولتاژ و
عناوین تابلوها و تجهیزات. سطوح ووتاژ J نماد 20 کیلوولت و همینطور که می‌بینید H33 تا C که میشه در حقیقت 400 کیلوولت. تابلوها رو ما کدبندی می‌کنیم، تابلوهای پروتکشن R هستش، تابلوهای میجرمنت Q و همینطور که مشاهده می‌کنیم تابلوها عناوین مختلف دارن، کدهاشون هم متفاوت هستش. تابلوها رو با مثبت اون علامت اقتصادی معرفی می‌کنیم. تجهیزات داخل تابلوها رو با خط تیره نشون میدیم. به عنوان مثال F ریله های حفاظتی هستش، K یه سری از اکسیلری ریله ها هستش، M موتور هستش و همینطور U مثلا شارژر هستش. ترمینال ها رو با X نشون میدیم. صفحه B1 تک خطی حفاظتی یا تکخطی جنرال ما میتونه باشه. این تکخطی رو به دو قسمتش کردیم، بخش HV کمپارتمنت و بخش LV کمپارتمنت. باسبار رو نشون دادیم، 20 کیلوولت هستش، 1000 آمپر، 20 کیلو آمپر و خب میبایستی نشون داده میشد که 1 ثانیه است یا 3 ثانیه. این فیلر همونطور که عرض کردم فیلر آوتگوینگه. کلید رو نشون دادیم، ریت کلید 630 آمپره، 20 کیلو آمپر قدرت قطعش در 3 ثانیه. موتور داره، پس بنابراین شارژ فنر داره. این سیرکت بریکر هستش یا دژنگتور. این علامت هم نشون میده که ویدراوبل هستش، یعنی در وضعیت سرویس و تست و دیسکانکت میتونه قرار بگیره. و همینطور این علامت خدشین هم نشون میده که با سکسیونر ارت سرکابلش اینترلاک مکانیکی داره علاوه بر اینترلاک الکتریکی و یک نشانگری داره این سکسیونر ارت. سی تی داریم، دوتا کور داره، کور یکش 150/1 آمپره، کلاسش 5P20 20 ولت آمپر و کور دوم هم کور مجرینگ هستش، اونم در حقیقت نسبت تبدیلش همین هستش، 5 ولت آمپر. کور اول این ترمینال جریانیه، میاد داخل LV کمپارتمنت، اختصاص داده میشه به یک رله حفاظتی. عنوان این رله حفاظتی هست F101 با کدای ANSI. کدای ANSI رو بعد به مفصل میگم خدمتون. اینجا هم تو این لجند 2 ما کدها رو مشخص کردیم. F101 یک رله اوورکارنت ارتفاعت، سازندش هم میتونیم اینجا مشخص کنیم. کور دوم اینجا میاد داخل یک ترمینال جریانی. ترمینال های جریانی در مقایسه با ترمینال های دیگه متفاوت هستن. به اون صفحه مربوطه برسیم مفصل میگم خدمتون. میاد به یک آمپر متر و در نهایت به یک میجرینگ سنتر. عرض به خدمت شما که اینجا یک مقره خازنی داریم که میتونیم در حقیقت بعد از برقدار شدن سرکابل از طریق این ایندیکیتور مشخص کنیم که سرکاب برقدار هستش یا خیر. T3 یک سیتی کوربالانس هستش، اینجا استفاده ای نکردیم. اگر قرار بود استفاده کنیم میتونستیم بیاریم به همین رله حفاظتی یا براش یک رله حفاظتی جداگانه در نظر بگیریم. صفحه B2 ارنج تابلوها رو نشون میده به این شکل که تابلو اول از سمت چپ اینکامینگ هستش، اینکامینگ 1، اینکامینگ 2 و آوتگوینگ 1, 2, 3 پشت سر هم و تابلو میجرمنت. همینجا خدمتون عرض میکنم که بهتره که نقشه هر تابلو رو مجزا بدیم. اینطور نباشه یه تابلوهای اینکامینگ به طور کلی یک تیپ نقشه داشته باشه و تابلوهای آوتگوینگ که این سه تا هستن یک نقشه بدیم و یک نقشه هم بدیم برای میجرمنت، یعنی در کل سه تا نقشه بدیم. نه، توصیه میکنم که برای هر تابلو به طور کلی یک نقشه جداگانه بدیم، به خاطر اینکه در آینده ما لیست کابل میدیم، وقتی میخوایم لیست کابل رو تهیه کنیم برای چک کردنش خیلی ضروریه که مشابه نباشن نقشه ها، تیپ نباشن، مارکاپ میکنیم ما نقشه ها رو
وقتی ترمینال ها رو آدرس دهی میکنیم خیلی اونجا کمکمون میکنه. پس بنابراین برای هر سلول جداگونه ما نقشه مجزا میدیم و همینطور زمانی که تابلوها قرار تست بشه در سایت و تحویل بهره بردار بشه نقشه ها جداگونه بهتر مارک بشه و اونطور اگر یک تیپ داده بشه ممکنه یک سری اشکالات داخل یه تابلوی وجود داشته باشه که در تابلوی دیگه نباشه. صفحه 23 صفحه ای هستش که در حقیقت من یه دونه از سلول های آتگوینگ رو انتخاب کردم، ابعاد اون سلول رو مشخص کردم، اینکه در چه رنج ولتاژی قرار داره، کد اون رنگ رو مشخص کردم و همینطور تجهیزاتی که روی در نصب شده رو مفصل اینجا شرح دادیم. البته داخل شماتیک داخل نقشه ها هم اینها وجود دارن، ولی خب اینجا در یک نگاه میتونیم در حقیقت تمام تجهیزات روی در رو مشاهده کنیم. اینجا خب تا قسمت اول معرفی یا طراحی نقشه‌های شماتیک اینجا به پایان میرسه. بقیه موارد رو من در قسمت دوم در ویدیوی بعدی ارائه خواهم داد. خب امیدوارم که از تماشای این ویدیو راضی بوده باشین. اگر اینطور هستش سابسکرایب کنید و علامت زنگ کنارش رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر میشه نوتیفیکیشن براتون ارسال میشه. ممنونم.